این کمونیسم دیزیز بوده آقا، دیزیز مثل طاعون نیست. خیلی به اختصار اگه ما بخوایم یک لمسی بکنیم از این کوه یخی که فقط نوکش بیرونه، تیپ آف آیسبرگ به قول انگلیس زبان ها، ببینید این کودتای 28 مرداد از دست اینها شد. بعد تشکیل ساواک و سرکوب از ترس اینها شد. جدا شدن دولت و ایجاد، یعنی جدا شدن دولت از ملت و ایجاد استبداد از ترس اینها شد. ریشه‌کن کردن جامعه ایرانی، وضعیت بافت جامعه ایرانی بر اون جریان اصلاحات ارضی از ترس اینها شد. هر چه حرکت مخرب بود که سبب سقوط اون حکومت شد و سبب بیچارگی ملت شد، زیر سر همین چپ ترجمه بود. هنوز هم یه فرنج چیز تنش کرده و عرض کنم که صحبت از ایدئولوژی نمیدونم آقای تروتسکی میکند و نفی هر چه زیباست در عالم. این کمونیسم دیزیز بوده آقا، دیزیز مثل طاعون نیست. برای انسان یک جانی متصور است و یک آخری. انسان است و آخرش کاجو به اندازه هم، نه معنویتی بر او قائل است، نه هنری بر او قائل است، نه شخصیتی برای انسان قائل است، هیچ. همه چون نفی دولت و تخطیه دولت و تحقیر ملت. تخطیه دولت، تحقیر ملت، این دو تا کار اینا بوده. همینا بودن آقا. حالا گذشته رفته واقعا. فکرشو بکنید اگر این نیروهای اینچنینی، حرفای اینچنینی نبود، میشد اون دولت رو اصلاح کرد و اون قانون اساسی رو به میدان آورد و این کشور به دین وزن. اما نه، کلاشنیکوفا به دست بود و انقلاب انقلاب. این کمونیسم دیزیز بوده آقا، دیزیز مثل طاعون نیست. برای انسان یک جانی متصور است و یک آخری. انسان است و آخرش کاجو به اندازه هم، نه معنویتی بر او قائل است، نه هنری بر او قائل است، نه شخصیتی برای انسان قائل است، هیچ. همه چون نفی دولت و تخطیه دولت و تحقیر ملت. تخطیه دولت، تحقیق ملت، این دو تا کار اینا بوده. همینا بودن آقا. حالا گذشته رفته واقعا. فکرشو بکنید اگر این نیروهای اینچنینی، حرفای اینچنینی نبود، میشد اون دولت رو اصلاح کرد و اون قانون اساسی رو به میدان آورد و این کشور به دین وزن. اما نه، کلاشنکوفا به دست بود و انقلاب انقلاب.